سلام دکتر، شکر که خوب و صحتمند میبینم. سلامت. امروز میخواییم در رابطه با هیپنوتیزم صحبت بکنیم که آیا هیپنوتیزم حقیقت داره نداره؟ و یا آیا به شکل عامیانه شکل بگویم حالا وقتی که ما جنبه های مختلفش تحقیق که بکنیم، مثلا مولایه های عمیق ذهن انسان مثلا در بر میگیره یا مثلا تحت تاثیر خود قرار میده، ولی عامیانه شکل بگویم آیا ایجادو از هیپنوتیزم یا خیر؟ چیزی را که ما از هیپنوتیزم میدانیم ایست که فکر میکنی یک آدم میایه پیشت و یک لاکت داره که برات چور میتا و تو طرف از لاکت سعی میکنی و فکر میکنی اینمی هیپنوتیزم است، در حالی که او تو نیست. تعریف هیپنوتیزم کاملا تغییر دادن به خاطر ازی که قدرت هیپنوتیزم مردم نشناسه. هیپنوتیزم جادوی جملات است، جملات منفی که تو را میتونه وادار به انجام دادن کارایی کنه که تو هیچ وقت فکرشام نمیکردی. به خاطر از اینکه درست هیپنوتیزم بفهمانیم و یاد بگیریم، برتان یک مثال میدم. یک مادر از اولاد خود 4 ماه هیپنوتیزم صحبتی میکنه و بعد اولادش خودکشی میکنه. حال این موضوع اساسی است که شما میفهمین که هیپنوتیزم یعنی چی. یک بچه کراچیوان است، بله. کسی که من میشناسمش و ازش همیشه میوه میگیرم. خب هر روز که میایم پیشی بچه وضعیتش خراب است، میگم چرا؟ مادرم میگه که کلگی اون عروسی که تو عروسی بر تو کی خواد زن داد. بعدی بچه مجبور میشه یک چیز قرض میگیره و یک دختر خاله داره، ما برش پول میتیم، میره نامزاد میشه. باز هم بچه خوش نیست چون مادرش برش میگه که اینا دیگه نامزاد شدی، حالا تو چه تو عروسی خواد کردی. حال این آدم در فکر آروسی کردن است. باز دقیقا حال باز پول میگیره، نه دست ما میخواه دفتن آروسی کنه، این آروسی میکنه و دمای دومش مادرش میگه که چرا اولادت نمیشه، و بعد ماه سوم بچه میره خودکشی میکنه. این هیپنوتیزم جملات است. اگر شما مانده میرین خانه و مادرتان برتان میگه که از تو بیازو چیز جور نمیشه، ای هیپنوتیزم است. اگر تو میری دفتر و منیجرت بر تو میگه که اینه 20% میای شاید مسیر بکشم، در حالی که هیچ نمیخوای تو را بکشه و میفهمی که تو با استعدادترین فرد هستی و بیشترین کار میکنی، اما ای هیپنوتیزم جملات است. وقتی توی جمله را میشنوی میگی من خوب بهترین کارمند هستم، من بیشتر از همه کار میکنم، چرا مرا میکشه؟ بعد این جملات درونی تو را میخوره و تو با وجودی که هیچ شانس کشیدنت نیست اشتباه میکنی و تو را شاید بکشن. پس هیپنوتیزم جملات چیست؟ تو ده چی مطمئن هستی؟ مثلا یگانه چیزی که فکر میکنی قدرت توست. مثلا من فکر میکنم من یک دکتر خیلی خوب هستم و عملیات که میرم این کار روزمره ایم است و فوق العاده انجامش میتم. بعد مسیح میخواه مرا هیپنوتیزم کنه که یک عملیات من ناکام شوه و به جای اینکه که من یک فرد نجات بتم بکشمش. مسیح میایه میگه که شکیب تو خیلی دکتر خوب هستی، اما فکر نکنم این عملیات انجام داده بتانی. هیپنوتیزم جملات. یا مثلا یک اصطلاح عام در بین مردم افغانستان داره ما که میگه دکترای خوب نداره. یه دکتر خوب نیست، پاکستان میره، ایران میره. اینی می نو هیپنوتیزم گفته میشه. بدون شک. مثلا یا یک چیز دیگه با مثلا یک کس بسیار دریور خوب است، راننده خوب است. ولی امروز وقت ذهنش یا یک کس دیگه میگه که امروز بیروبار است، تکر میکنی، شاید تصادف بکنه. بدون شک تکر میکنه. و پس هیپنوتیزم در اصل ترساندن شما از یک چیزی است که امکاناتش 0% است، اما وقت برد گفته میشه که نمیتونی، در ذهن کلان میشه و تو اشتباه را میکنی. بیاین به خاطر از اینکه موضوع را کمی عمیق‌تر مطالعه کنیم، از هیپنوتیزم سیاسی یک مثال برتان بتم. پوتین جنگ اوکراین آغاز میکنه و در این جنگ این مجبور است که ملل متحد هیپنوتیزم کنه تا کسی جرات نکنه که با اوکراین همدست شوه. این چی میکنه؟ دفعتاً میایه یک ویدیو ثبت میکنه و میگه که هی تمام ملل متحد، میگم هر آن کسی که با اوکراین فیزیکی درگیر شد و خواست که اوکراین حمایت کنه و با ما فیزیکی درگیر شوه، ما از بمب اتم استفاده میکنم. با موشکای مادرم. استفاده از بمب اتم در شرایط فعلی امکانش 0.1% است،
اما وقتی این مرد میاید از صحبتات خود میگه که من کاملا جدیستم و با کسی شوخی ندارم و شما جرأت کنین بین با من فیزیکی درگیر شوین، باز ببینین که من چی میکنم. این هیپنوتیزم جملات است. رسانه ها میگه پوتین از صلاحیتم استفاده میکنه، مردم ورخطا میشه و ملت بالای افراد که در سطح رهبری فشار میاره که بد کنید جنگ اوکراین داخل شوی. و اون وقت هم اگر متوجه شده باشین ویدیوهای زیاد پوتین تا بالا میشه در صفحات مجازی. دقیق. حال یگانه کسی که تانست از لحاظ سیاسی هیپنوتیزم پوتین جواب به تورد کنه هیپنوتیزم دونالد ترامپ بود. و میشینه میگه من بایدن نیستم که دستایم بلرزه و پوتین بگه از بوم اتم استفاده میکنم. خب صحیح که چی؟ تو بوم اتم داری، من ندارم. هیپنوتیزم ترس است که وقتی به وجودت میایه و تو بالای خود باور داشته باشی تو محفوظ است. مثلا یک تعداد کسا جنبه های تهدیدیش هم شاید داشته باشه دکتر، که میگه که اینی کار اگه نکنی من اینی کار میکنم. دقیق. حال اگر تو آدمی باشی که درست بتانی ای را درک کنی، در جوابش میگی خب اگر تو او کار میکنی باز من ای کار میکنم. پس من چی میگم؟ مثلا اکثر هیپنوتیزم دفتری را برتان مثال بتم. یک منیجر میگه که من میتونم هر کارمند را بکشم و چیزی که من میخوایم انجام بتم اونمو باید انجام داده شود. یعنی صلاحیت کل میگم. جالب، من دیروز با یکی از دوستای خود صحبت میکردم و ای برم گفت که والا یک موضوع شده بود و بعدی دوست ما گفت که والا ما خو ملامت نیستیم چون هر چیزی منیجر بگوید دفتر باید انجام بدی. این جملیزی خنداور بود و من فهمیدم که منیجری را که اینا دارن از اونمو صلاحیت های هیپنوتیزم خود استفاده کرده و اینا را ترسانده و اونا فکر میکنه که هر چیزی که منیجر بخواه انجام داده میتونه. ختم. منیجرت اگه بگوید که برای مانستر بیار، مانستر باید بیاری. منیجر اگه بگوید که از دفتر برای، باید از دفتر برای. منیجر اگه بگوید بوتای مرنگ کو، باید بوتای مرنگ کنی. و وقتی تو قربانی هیپنوتیزم میشی، من افراد را دارم که به منیجرهای خود بله برکش تاوی. یک سایه بسیار کلان و تاریک بس منیجرها اگه متوجه شده باشین جور کرده در فضا. مثلا حتی یک تعداد از کارمنداش اگر متوجه شده باشین که پدرش هم اون روز خدای نخواسته فوت میکنه یا موضوع بسیار جدی دیگه میشه، ولی یک ایراس بسیار خاص داره از این منیجر اگر من نرم اینی کارا رو میکنه. دقیق. شاید مرا جواب بده. دقیق. اینا هیپنوتیزم شدن. هیپنوتیزم یعنی چی؟ یعنی ذهن اینا درگیر افراد شده که اونا برش ایجاد ترس کرده. یک مثال خیلی خوب دیگه میتونم که هیپنوتیزم درک کنین. ما که طفل می بودیم همگی با هم جمع می شدیم، مادرم یک پیره کسی جندار شروع می کرد که والا جن بود که باز می آمد، یک شهید بود کسی دیده بودش درا، کسا ختم می شد. می گفت برین دگه هر کس تشناب بره، باز بیای قرار کده خواب شوا. من می گفتم من نمی برایم. چرا؟ اونمو شهیدی را که تو گفتی ددالیز است، در حالی که هیچ چیزی وجود نداره. ای هیپنوتیزم است. از این که دیگه واضح نمیشه بیانش کرد. یا پدر ما کورتی خودم مثلا آویزان کرده در اونمو الماری یا یک جایی، یا مهتاب از کنج کلکین ما پرده را کمی زده، یا مو شمال کمی پرده را میزنه. بازی باعث میشه که اونو متفلا دیگه تشناب نره. چرا؟ و یا او نخوره یک جایی. چرا؟ چون برای اینا کسی شده یک ذهن دیگه. یک ذهن دیگه. حال چطور میتونیم هیپنوتیزم از بین ببریم؟ ریسک پذیر باشین، خطر بپذیرین. پس افرادی که هیپنوتیزم میکنه شما را خیلی میترسانه. وقتی شما در مقابلش استاد شوین میفهمین که خیلی احمق بودین، چون اونا ضعیفترین افراد هستن. ضعیفترین افراد میتونن هیپنوتیزم کنن. در یک جنگ یک کسی که قوی است هیچ وقت اخطار نمیته. پوتین میفهمه اگر ملل متحد همگی با هم دست یکی کنه روسیه از بین رفته، از خاطر مجبور است از هیپنوتیزم استفاده. و افغان ها یک گپ هم داره دکتر، میگه یک کس که یک کار میگه نمیگه که میگه من این کار میکنم، خب میکنه دیگه. دقیقا. من میگم که بیاین که این بحث بسته بکنیم، که پیشتر شما یک اشاره هم کردین کدام کار را بکنیم تا با هیپنوتیزم مبارزه کنیم و دیگه ایراس نداشته باشیم. پس پذیر باشین. هر آن چیزی که بر شما گفته میشه را باور نمیکنین، هر آن چیزی که شما میبینین را باور نمیکنین. فقط بالای خود ایمان داشته باشین و بالای خدایتان ایمان داشته باشین و اگر مطمئن باشین از اینکه میتونین برنده یک مبارزه باشین،
پشت گپ ها و تبلیغات نگردین. پروپاگند فیلی که ما داریم کلش نبی از هیپنوتیزم است. اگر شما یک سریال میبینین هیپنوتیزم است. اگر شما یک کسی میای و برتان میگه فلان که میخوای تو از بین ببره هیپنوتیزم است. ببینین ما سریالای داشتیم در گذشته، سریالای هندی، مثلا سریالای تولسی با بچه های ما یاد داده بود فرهنگ هنده، و بدون ازی که ما بفهمیم چرا هندوستان را دوست داشتیم. پس تمامی اینا هیپنوتیزم است. یک بچه که 7 ساله بود مکمل منتر یک بگوان خوانده میتونست، هیپنوتیزم است. اینال وقتی میخواهید مقابلش استاد شوی باید به عمق او هیپنوتیزم نگاه کنی که یا سریال واقعی است، چرا این سریال نشر میشه؟ چرا باید ببینمش؟ تمام این مسائل خیلی زیاد مهم است. اگر یک کسی میاد تو را میترسانه، بیبی که آیا این ترس واقعی است؟ اگر واقعی است بیبی امتحانش کو، داخلش برو تا بتانی از هیپنوتیزم برایی. پس هر هیپنوتیزمی که در زندگیتان وجود داره، مثلا به یک دختر یک بچه میگه اگه برم پیسه روان نکنی یک سایلو چه تا پخش میکنم، یا این کارا میکنم. دختر برش بگو یک کدام یک سایلو چه، من یک بار به من روان کو، من میخوایم ببینم. بهش دست نیست. ما بارها مثال دادیم، اکثریت ما به خاطر ترس میگه پاس بین رفتیم. مثلا من یک جای رفتم، یک دفتر هیچ کسی اجازه نمیدادن، و ما و ایره به خاطر میگم که هیپنوتیزم بعض وقت میتونه خوب باشه. مامایم مریض بود و پیش رئیس هیچ کس رفتن نمیتونست، و بعد من گفتم که خب ما از یک رسانه آمدیم و میخوایم به رئیس یک اینترویو خاص داشته باشم، و اجازه ما از وزارت ساعتامه گرفتیم، با وزیر ساعتامه صحبت کردیم. در حالی که نی وزیر ساعتامه را میشناسم، نی با او صحبت کردیم، نی از کدام رسانه واقعا آمدیم، و نی قصد اینترویو دارم. وزیر دفعتاً جلسه خود لغو کرد که از وزیر اجازه گرفته آمد، گفت خیریت است، کدام راپورت سر ما داری؟ گفتم والا که تو وزیر صاحب گپ زدم، ده اینجا بعضی مشکلات است. باز وزیر صاحب گفت که تو راپورت بساز، باز من کتیز اینا میفهمم، اما خود جوان استی، نمیخوایم بالایت راپورت بسازم، فقط این مشکل ما را حل کن. مامایم تکر کرده، وضعیتش خیلی خراب بود. گفت بدو دیده، من در خدمت هستم، و وقت جمهوریت بود مجبور بودیم از این کارا کنیم. حال هیپنوتیزم که من کردم باعث شد که او آدم احمق شوه، و فردی که باید زندگیش نجات یافت میشد زندگیش نجات یافت. ولی اگر یه آدم هوشیار می بود میگفت اوکی با وزیر گپ زدی، چی وقت؟ کدام وزیر؟ چی گفت؟ مشکل چیست؟ باش ما وزیر زنگ بزنم، امر کجاست؟ از کدام رسانستی؟ کارتت کجاست؟ هیچ چیز پرسان نکرد، فقط ورخطا شد. هیپنوتیزم he's done. دیگه نمیتونست منطقی فکر کنه و کاری که من میخواستم انجام دادم. پس هیپنوتیزم میتونه چیز بده باشه و نباید استفاده شوه، و ما نمیخوایم. این مثال به این خاطر نیست که دوستا استفاده کنه، اما بعض وقتا ما دکتر هستیم، ما بالای قرآن دست میمانیم و قسم میخوریم که زندگی افراد را باید نجات بدیم. پس تو میتونی در راه خوب ازش استفاده کنی. نه بازی ذهنی هم گفتم بدون شک. بسیار زیاد تشکر. خواهش میکنم. بخیر باشی.